تازه هم شهری شده شما و از قدیم هم وطن همه عزیزان. ممنونم از دوست عزیزمون که من دعوت کردم. همیشه من خیلی دوست دارم چون همچین جمعایی که آدم های بخورد کول و خوش برخورد و خیلی سرحال رو میبینم، چون خودم دانشگاه هنر بودم با این جمع خیلی راحت هستم و راحت تر میکنم باشون ارتباط برقرار کنم. موضوعی که دوستان گفتن که امروز قرار راجبش بحث بشه و صحبت بشه عبارتی به نام سریپیتیه. شاید اولین باری که همه بشنوید یاد کارتون دوران بچگیمون میافتید، همون اژدهای صورتی با اون چشای درشتش که یه پسر بچه به نام کنا پیداش میکنه و بعد از اون کلی ماجرا واسش پیش میاد. قبل از اینکه اگر کلن به این سراغ اینکه اصلا سریپیتی چیه و اینکه چرا این اصطلاح رو انتخاب کردم، من خیلی دوست دارم راجع به مبحث واژه در فرهنگ ها صحبت کنم. حالا سعی میکنیم از دوستانم میخوام اگر در حین صحبت کردن سوالی چیزی داشتن میتونن دست بلند کنن و بپرسن، یعنی یک حالت پرسش و پاسخی باشه، یک گفتگوی یک طرفه ای نباشه. دوستان، هر واژه در هر مملکتی در هر فرهنگی بار معنای خودشو داره. یعنی شما نمیتونید بگید یک واژه در سراسر دنیا یک معنی رو میده. سریپیتی بر اساس برداشت یک شخصی بوده که در جای زندگی میکرده که پس زمینه فرهنگی و اون از عبارتهایی استفاده میکنن برای بخت و اقبال که همواره با تلاش به دست میاد. من سوالی رو که مطرح کردم برای این جلسه این بود، آیا سریپیتی همون اتفاق، همون شانسیه که ما راجع به صحبت میکنیم تو فرهنگ ما هست؟ شاید جالب نباشه از همین اول جوابش رو بدم، ولی خب توضیح میدم راجع بهش براتون. معمولا وقتی ما میخواییم ترجمه یک عبارتی رو داشته باشیم باید همیشه پیشینه فرهنگی و جامعه رو بدونیم که بخواییم ترجمه کنیم. من خودم تازه که اومده بودم تبریز یه سری اصطلاحات رو میگفتم و معادل سازی میکردم برای من. میگفتم مثلا این به معنی مثلا فلان کلمه است، درک نمی کردم، ولی واکنش مردم تبریز به اون خیلی شدیدتر از من بود. بعد از بودن توی این فرهنگ متوجه اون عمق اون معنایی اون مسئله شدم. حالا جنبه فانشم داشته باشه، اولین چیز حالا من ازدار لرجم خوب نیست ولی خوب میگم براتون، اولین چیزی که شنیدم عبارت خیلی باسم جالب بود، واکنش بود، عبارت گپ گرمیزی بود. گفتم خدای من این گپ گرمیزی یعنی چی؟ ولی الان قشنگ میفهمم وقتی یکی این عبارت رو به کار میبره دقیقاً منظورش چه قرمزیه. منظورش دقیقاً که حسی رو میخواد انتقال بده. حالا سریپیتی همونجوری که توی یک کوتاه راجبش صحبت شد، یک عبارتیه که بر اساس یک داستان ایرانی، سه شاهزاده سریندیت از امیر خسرو دهلوی، شاعر و نویسنده قرن 8 هجری به دست اومده. دوستان عزیزی که در یه شخصی هستن احتمالاً کسی یادش میاد این داستان ما توی کتابامون داشتیم، ما این داستان رو داشتیم، کسی عنوان داستان یادش میاد؟ ولی به یک جور دیگه در شخصی ها دستشون بالا؟ کم هم نیستید، درست نخون بودید برد. یادتونه یک داستانی داشتیم با عنوان اینکه یک مردی
الاغش رو گم میکنه. آبه از اونجا رد میشه، میگه که الاغ چشمش کور بود، میگه آ چشمش چپش کور بود، میگه آره. میگه پاش میلنگی، میگه آره. میگه دندوناش هم مشکل داشت، میگه آره. میگه تو دیدی الاغ من؟ میگه نه. میگه پس چجوری من مشخصات الاغ من میدونی؟ میگه همینجوری از ذکاوت خودم فهمیدم. میبره پیش قاضی شهر، میگه قاضی این همه مشخصات الاغ منو میدونه ولی میگه من نبردم، منم الاغمو گم کردم. قاضی میگه خب چجوریه که شما میدونید این همه مشخصات؟ میگه آخه علفای سمت راست جاده رو خورده بود، سمت چپ جاده مونده بود، فهمیدم چشم چپش کوره. بعد از اون میان میگه خب چشم چپش پس کوره. میگه جای سماش که مونده رو زمین یکی همه محکم یکیشونو میکشیده، مجرد رو افتاده، پس یه پاشم لنگ بوده دیگه. دندوناش هم میگه معمولا الاغ همه چیزو از ریشه میکنه و میخوره ولی اینا همه چیزو پرپر کرده و خورده، نشون میده دندونای سالمی هم نداره. سه شاهزاده سرین دیپی که ما راجع به شهر میزنیم، سه تا پسر یک شاه بزرگی بودن که در منطقه سریلانکا که حالا در قدیم اسم سرین دیپ داشته زندگی میکردن. اینا پسراش رو از بس هوش و ذکاوت داره، اینا رو برای به دست آوردن تجربه بیشتر و به دست آوردن دانش بیشتر به یک سفری را اعزام میکنه و ازشون میخواد با تیزبینی تمام اتفاقایی که توی این سفر میفته رو به دید یک تجربه به دست بیارن. دقیقا همین اتفاق برای اینا میفته. اونا در توی اون داستان حیوان گم شده شطوره، حالا توی کتابای ما تبدیلش کردن به یک حالا الاغ. میگم دلیلش اینه که دلیلش چیه که تحریف کرده رو دقیقا نمیدونم چی میتونه باشه، حتی ما دست به سانسور تحریف اون بد نیست توی کتاب هامون. این اصطلاح یک اصطلاحیه که اگه بخوایم معنای دقیقی ازش داشته باشیم دقیقا میشه تیزبینی و دقت دریافت اتفاقاتی که در دوروبر ما میفته. برای همین میگم میشه ما تو در مثلا داریم میگیم شانس یه بار در خونه آدم رو میزن، یعنی که ما منتظریم تو خونه بشینیم شانس بیاد، در صورتی که استرای سریندیپیتی هیچ وقت اینجوری نیست. استرای سریندیپیتی میگه که شما باید حرکت کنید، تیزبین باشید تا اون شانس هایی که دور و برتون هست رو بتونید دریافتشون کنید. ساکن بودن و نشستن و به امید شانس نشستن در فرهنگ‌های مختلف دنیا مطروده. فقط بکنم در فرهنگ حالا ما ایرانی‌ها یک مقدار جایگاه بزرگی داریم، این طرف خیلی خوش شانسه، هیچ کاری نکرد ولی اینجوری شد، در صورتی که اصلا همچین چیزی اتفاق نمی‌افته در دنیای واقعی. هیچ کس اینقدر خوش شانس نیست که هیچ کاری نکنه و چیزی به دست بیاره. ضرب المثل‌های خیلی زیادی هست. مجارستانی‌ها میگن کسی که به امید شانس می‌شینه داره آینده‌ش رو نابود می‌کنه. میگه عمر شانس مثل عمر حباب، یا مثل عمر حباب روی بخاری که میفته و سری میترکه. ولی ما همینجور میگیم شانس یه بار در خونه آدم رو میزنه، آدم خوششانسیه، بچه شانس و اقبالی داره این. و همیشه بار معناییمون از آدم خوششانس اینه، آدمیه که کاری نکرده ولی دریافتی داشته، یه چیزی رو تونسته واسه خودش داشته باشه. چیزی که برای من خیلی جالب بود توی این مطلب رو که خوندم و همیشه هم واسه بچه های توی حالا کلاس‌های درس هم سعی می‌کنم بگم، بحث تعریف اصطلاحات بین دو دنیای شرق و غربه. چی میشه که یه اصطلاحی خب در یک مملکت دیگه بار معنایی میده، در یک مملکت دیگه بار معنایی. از دوستان کسی میدونه کره زمین؟ ما هم میدونیم کره زمین گرده، درسته؟ چجوری میشه این کره زمین رو به شرق و غرب تقسیم کرد؟ واقعا شرق و غربی داره کره زمین که ما واسش خط تعریف کنیم؟ کسی میدونه؟ حالا اونایی که کلاس ما بودن گفتم بهشون، دانشجوها هستن اینجا. غیر از اونا کسی میدونه مرز تقسیم دنیای شرق و غرب چیه؟ اون یک بحثی که اگه شما نگاه کنید از یه طرف شرق میشه دوباره در یک منطقه باز شرق مشرق محسوب میشه. هر حال اقیانوس که رد میشه اول در واقع استان فاکتور کلیدانیون گوینه خب این یک مقداری خب این اصطلاح شاید یک مقداری قابل قبول باشه ولی یه سر عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم. بحث شرق و غرب فرهنگ و سنت و عادت و باور رو من فکر می‌کنم. خب چی باعث میشه این عادت ها باورها به وجود بیاد؟ خب منطقه اقلیمی که زندگی می‌کنن، شرایط زندگی که دارن، توی فرهنگشون تاثیر می‌ذاره. تا یه حدی همه ما یه چیزایی رو می‌دونیم از اون اتفاقایی که هست، از اون تقسیم بندی‌های دنیا.
ولی عزیزان شرق و غرب شرق و غرب بر اساس یک دو معیار خیلی خیلی مهم تقسیم شده، بحث دریافت و ادراک. ما در تمام زندگیمون در مقابل دریافت بسیار بسیار متعددی هستیم که همون سریفیتیه، همون شانسایی که ما بهش میگیم، ولی بحث درک ما اینو خیلی شنیدیم. تجربه کردن مهم نیست، از تجربه استفاده کردن مهم. شما میتونید این تا تجربه داشته باشید ولی از هیچ کدومشون استفاده نکنید، خب این به درد چیزی نمیخوره. مثل پولی که تو بانک دارید ولی ازش استفاده نمیکنید. بحث شرق و غرب بحث ادراک و دریافته. مردمان مشرق زمین اون خطی که تعیین کرده مردمانی هستن که دریافت میکنن فقط و قابل استفاده نیست اون داده‌هاشون، یا استفاده نمی‌کنن یا بنا به هر دلیلی فقط علاقه به جمع‌آوری دارن. مثل کتابخونه‌های بزرگی خیلی از خونه‌های ما هست و هنوز یک جلدشو کامل نتونستیم بخونیم. ما وقتی بچه‌های از من دوستا رو دیدم میرن نمایشگاه کتاب کلی کتاب می‌خرن، میگم مگه شما همه اینا رو می‌خونید؟ میگه حالا داریم. بعد برای دو سال دیگه می‌پرسیم خوندید؟ میگه وقت نکردم. ولی خب داریم. مردم مغرب زمین کلن این خط فرضی اونایی هم که دریافت میکنن، دریافتاشون منجر به ادراک میشه. به عنوان مثال ما تو جامعهمون چقدر میگیم مشکل بحران بیابی داریم؟ همه میگیم بابا 5 سال پیش این آمار اعلام کردن 20 سال آینده توی ایران خشکسالی مطلق خواهیم داشت، یعنی که به صورت بطری های آب باید آب رو بیارن در خونا. ایران سالانه 5 میلیمتر داره نشست میکنه، اصلا مقدار کمی نیست. شما الان تهران میبینید شکاف‌های بزرگی توی شهر برداشته، کبیرهای مرکزی ایران دارن نشست میکنن. به چه دلیل؟ برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی داره منجر به نشست میشه. من اینو میگم توی حالا هر جمعی طرف دریافت کرده، اطلاعاتو داره، میدونه بی‌آبی داره رخ میده، 15 سال دیگه به احتمال زیاد اگر خدا بخواد اکثر ما زنده هستیم و دوست نداریم تو بحران بی‌آبی بیفتیم. خب میریم خونه شیرا با قشنگ راحت باز میکنیم، آواز میکنیم زیر دوش همون، از اون بر شیلر رو باز میکنیم توی حیات و این خیالمون نیست. دریافت شده ولی ادراک نشده. میگن انسانهای مدرک انسانهای موفقه. چرا اسم مدرکم از مدرک میاد؟ خب به معنی چیزی که شما کسب کردید و فهم اون به اون فهم رسیدید. حالا مسئله اصطلاحاتی که ما میگیم در دنیای شرق و غرب، سرندیپیتی همون شانس ماست ولی با تعاریف متعدد. در سرندیپیتی یک حرکتی رخ میده و طرف با تیزبینی با دونستن اون مؤلفه ها میتونه اون شانس ها اون لحظه هایی که توی زندگی به دنبالش هست رو برداشت کنه. ولی در شانس نه، در شانس فرهنگی ما نشستن باید بیاد. توکل به خدا درسته، خداوند درسته، توکل بر خدا، ولی ما داریم از تو حرکت از من برکت. تفاوت مرز بین شرق و غرب همون بحث دریافت و ادراک، و تفاوتی که بین سرندیپیتی و شانس هست همون مسیرشه. مسیر سرندیپیتی مسیریه که شما باید تلاش کنید، شما باید تیزبین باشید، نمیتونید بشید به امید اینکه چیزی از آسمون بیاد و شما اونو دریافتش کنید و در نهایت هم خیلی خوشحال باشید. ما داریم میگه باد آورده را باد میبرد. شانس باد آورده چون تلاش و زحمت و تیزبینی برای به دست آوردنش وجود نداشته، مطمئنن از دست آدم ها. میگن ضرب المثل، من خیلی تکیه کردم به ضرب المثل چون ضرب المثل از ریشه فرهنگی ما میاد. میگه شانس مثل یه توپه، وقتی بهش میرسیم بهش لگد میزنیم. چرا؟ چون برای رسیدن بهش معمولا ما به سمت توپه حرکت نکنیم، توپه میاد به سمت ما. این یکی از مهمترین مسائل بحران‌های فرهنگی که الان جامعه ما باش درگیره، اینی که برای رسیدن به یک مسیری تلاش‌ها رو نادیده می‌گیرن و منتظر امدادهای غیبی هستیم ما همیشه. یک اتفاقی میفته و یک مثلا یهو مثل برگه لاتاری، اونم که لاتاری هم شرکت میکنه و اسمش در میاد، تلاشی کرده، رفته ثبت نام کرده و اینکه تونسته اون برنده بشه. ولی ما خیلی ما تو حکایت هامون هم حتی زیاد داریم کسی هایی که مثلا میشینن میگن روزی رو خدا تقسیم میکنه، ما میشینیم تو خونه تا روزی رو خدا در خونه ما بیاره. درسته خداوند مهربان است، خداوند به همه بنده هاش توجه میکنه، ولی خداوند به بنده اختیار هم داده. یک عبارت معروف جهانیه اینو که بهتون میگم، میگه زندگی تاس خوب آوردن نیست، زندگی تاس بد و خوب بازی کردنه.
توی زندگی ما شانس همش اتفاقای خوب نمیتونه باشه. شانس میتونه اتفاقای بدی باشه که ما توش بتونیم اون نقاط خوب رو دراریم. شاید یکی جالب براتون بدونی که یک عبارتی ما داریم، نیمه پر لیوانو میگیره طرف. این یک عبارتیه که هم توی کشور ما هست هم توی اروپا و امریکا هم رایجه. ولی برداشت اونا رو نگاه کنیم، ما همیشه میگیم نیمه پر لیوانو ببین، نیمه خالی رو کار نداشته باش. قلبی ها همون ادراکگرا میگه نیمه پر لیوان رو ببین، ولی به نیمه خالیش هم دقت کن و دنبال پر کردن اون باش. خب پس ببینید وقتی که ما اصطلاحات رو بررسی میکنیم، دونستن تعریف اون اصطلاح نمیتونه کافی باشه برای دریافت ما از اون، از بار معنایی که داره، پیشینه فرهنگی، راه و روش رسیدن به اون مسئله خیلی خیلی میتونه مهمتر از اونی باشه که ما فکرشو میکنیم. در فرهنگ خودم تجربه زندگی در چند تا فرهنگ رو دارم. خب خودم اهواز بودم، خب زندگی منطقه خودم رو داشتم. تهران اومدم، یه مدت که توی خوابگاه بودم، کرد و ترک و عرب و لور و بختیاری و بلوچی و هر چیزی که فکر کنی ما تو اونجا بودیم. دیدم که واقعا ما توی کشورم چقدر متفاوتیم. یک اصطلاحی که پیش مثلا مردم من فاجعه است، پیش مردم یک منطقه دیگه اصطلاح معمولی، اصلا بار معنیش کلا فرق میکنه. حتی تو همین تبریز یک سری اصطلاحاتی که من بار اول میشنیدم مثلا فکر میکردم اینا زشته، بعد دیدم نه اصلا توی فرهنگ اینا این اصطلاح تعریفش چیز دیگه‌ایه. پس وقتی ما میخوایم راجع به یک عبارتی در سطح بین‌المللی صحبت کنیم، باید ارتباط بین‌المللی باهاش برقرار کنیم. شاید اینجا خالی از لطف نباشه ببینید این که ما میگیم بین‌المللی برخورد کنیم با یک مسئله، میگن خب چجوریه باید همه دنیا رو بشناسیم. فرد و یونگ یک روانشناس خیلی جالبی دارن، بحث ناخودآگاه جمعی و فردیه. میگه انسان وقتی در حال خلق یک چیزی است، حالا اثری، کاری و هر چیزی، اگر با ناخودآگاه فردیش ارتباط برقرار کنه، اون اثر رو میتونه نهایتش خودش و چند نفر از حوزه اطراف خودش باش ارتباط برقرار کنه. ولی اگر با ناخودآگاه جمعی بتونه اون اثر رو خلق کنه، میتونه با عده بسیار زیادی از انسان‌ها ارتباط برقرار کنه. مثل چی؟ مثل کتاب حافظ ما. چرا حافظ بعد از این همه سال بالغ از 8 قرن هنوز برای ما شیرینه؟ چون با ناخودآگاه جمعی همه ما در طرف بوده. حافظ تونسته روح جهانی رو درک کنه. تابلو مونالیزا چرا همه با دیده احترام بهش نگاه میکنن؟ خیلی اصلا میتونن از داوینچی خیلی قشنگتر نقاشی ترسیم کنن و خیلی واقعی تر، ولی کار داوینچی اینقدر مطرحه. و خیلی 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 چیزهای دیگه که در دنیا وجود داره. بحث این که ما اگر بخوایم این بر این مجموعه، این برنامه، بحث یک چیز بین‌المللیه، باید با مسئله بین‌المللی برخورد کرد، نه تک فرهنگی. ما وقتی تک فرهنگی برخورد میکنیم، در نهایت بتونیم با حوزه خیلی محدودی از انسان‌ها ارتباط برقرار کنیم. ولی وقتی منطقه‌ای کار کنیم، مطمئناً انسان‌های زیاد بیشتری رو درگیر میکنیم و میتونیم بفهمونیم حرفمون رو به بقیه. یعنی ما اگه قرار باشه شانس و سرندیپیتی رو طبق فرهنگ خودمون بررسی کنیم و بعد در آینده اگر همین گروه بخواد یک جلسه بین‌المللی داشته باشه، بعد بخوایم تعریف کنیم، هممون به ما میخندن. یا واقعا برای شما سرندیپیتی این معنی رو میده؟ نشستن و منتظر بودن این داده غیبی؟ خب این خیلی میتونه برای ما مایوس کننده باشه که خب نگاه کنید مردم‌های کشورهای دنیا حرکت‌هاشون رو به سمت جلو ببینید. سرندیپیتی شناختن قابلیت‌ها و امکاناتی که اطراف ماست و فقط انسان‌های خلاق، باهوش، تیزهوش و دارای قوه ادراک میتونن اینو داشته باشن. در دنیا چرا شده مثلا یه جایی بشینیم بگیم یه صدای میاد، بقیه بگن نمیاد، بگیم با من میشنم یه صدای، چرا؟ چون اون گوشش تیزه میشنم. یا میگه یه بوی میاد، میگه نه ما هیچ بوی متوجه نمیشیم، ولی اون طرف میفهمه چون بو رو خیلی خوب حس میکنه. سرندیپیتی رو باید حس کرد، باید درکش کرد و در زندگی به دنبالش بود. مطمئنا ما در هر مسیری که قدم برمیداریم، خب در اون مسیر یک سری اتفاقها برای ما میفته. این مایی که اون اتفاقها رو برداشت کنیم، استفاده کنیم و در نهایت بتونیم باهاش آینده بهتری رو برای خودمون بسازیم. من بحث تلاش رو و بحث اینکه یک کاری میتونه بین‌المللی بشه، ما در کتاب‌های علوم دوران حالات ابتدایی احتمالاً بود، حالا دقیقاً یادم نیست، داشتیم که بحث پتانسیل بود.
میگفتن پتانسیل، میگفتن توپ چرا حرکت میکنه وقتی پرتش میکنی؟ گفت وقتی شما به توپ فشار میاری، خود انرژی شما در این توپ ذخیره میشه و هرچه انرژی بیشتری شما ذخیره کنی، توپ به مقدار بیشتری پرتاب میشه. خب فرهنگ ما هرچه پتانسیل قوی تری داشته باشه، هر چقدر بتونیم جنبه بین‌المللی بهش بدیم، مثل اون انرژی ذخیره شده در توپه که پرت میشه و مسیر بیشتری و در طول زمان بیشتری میتونه ماندگار بشه و افراد بیشتری ازش اطلاع داشته باشن. ولی اگر فرهنگ ما طوری باشه که فقط در حال پرت کردن توپ جلوی پای خودمون باشه، ما مثل جامعه منزوی میشیم. در خودمون همیشه میدونیم، میگه پاکترین آب دنیا اگر راکت باشه میگنده، ولی ناپاکترین آب دنیا اگر جاری باشه به دلیل برخورد کردن با شن و ماسه و مسیر خودش در نهایت میتونه به زلالی و پاکی برسه. ختم کلام، چون دوستانم صحبت کنن اگه سوال چیزی داشته باشن، اینه که دنیای امروز دنیای تبادل افکاره، دنیای تبادل ناخودآگاه جمعی همه ماست، نه دنیای تک نفره. انسان ها وقتی که از غار بیرون اومدن و روستاها رو ساختن، کم کم با هم آشنا شدن، تونستن تمدن امروزی رو به وجود بیارن. انسان ها در انزوا و در منزوی بودن به هیچ جایی نمیرسن. ما اگر قرار این همایش خلاق بین المللی باشه، باید اطلاعاتمون در حد اطلاعات بین المللی باشه. همونطوری که یک شاهزاده میاد از ادبیات ما چنین برداشت زیبایی میکنه و در کتاب‌های ما خیلی سطحی فقط میاد گوش ذکاوت طرف رو نشون میده بدون اینکه نگاه کنه اینا فرصت‌ها و شانس‌هایی که تو زندگیمون داشته باشه، ما هم باید خودمون همگام با دنیا کنیم. اگر بخوایم خودمون رو کنار بکشیم، منزوی میشیم و در نهایت پوسیده با از بین میریم. ولی اگر در مسیر قرار بگیریم، مطمئن باشید تأثیر و تأثیرات مثبتی میتونیم بر دنیای خودمون داشته باشیم. حالا هر سوالی، هر مطلبی باشه، من در خدمتتون هستم. حالا دوستانی که من سوال مطرح کردم، سرندی دیدی همون شانسه؟ کی بود تقرد همون شانسه؟ تقبیر تیزبینی، من به دانشجو، البته من میگم خیلی کم سوادتر و کوچکتر از این هستم که با هم برای جمع توصیه، فقط داشته هایی که خودم دارم و در اختیار عزیزان بذارم. تیزبینی بُعد داره. شما میتونید تیزبینیتون رو در یک بُعد تقویت کنید. ما اگه همزمان بخوام تلویزیون نگاه کنم، رادیو رو گوش کنم، آشپزی کنم، یا غذامو می‌سوزه، یا تلویزیون برنامه‌اش از دستمون میره، یا رادیو رو نادیده می‌گیریم. معمولا هر انسانی در یک بُعدی از زندگیش یک مقدار زیادی توانایی داره. اینکه انسان تواناییشو متمرکز کنه بر اون بُعدی که بیشتر از همه توش توانا خلاقه، میتونه تیزبینیشو در اون مسیر تغییر کنه. به عنوان مثال، حالا اینم فان جلسه باشه، من همیشه خودم اون دقتی که دارم توی خوندن مطالب و اینکه از پس کار مقاله و ویرایش کردم، غلط‌ها رو خیلی راحت تشخیص میدم. با یکی از دوستان رفته بودیم منزل یکی از آشنایان، بعد برگشتی گفت فلان چیزو دیدی؟ گفتم نه. گفت فلان چیزو دیدی؟ گفتم نه. گفت تو چی دیدی؟ گفتم باور کن الان اگه بگی ترسیمی از خونه اونو به من بده، من هیچ ترسیمی ندارم. چرا؟ چون من ذهنم اونجا یک جای دیگه بود. به نگاه می نمیکردم فرش چیه، یا مثلا الان خونه مادرشوهر بعد 6 سال که میرم سر دوسته رو دیدم، میگم بابا مبارک تازه خریدی، میگه بابا این 6 سال آویزونه به این دیوار شما ندیدی. تیزبینی معمولا بستگی به استعداد، شما در هر وهله استعداد داشته باشید، خب در اون مرحله میتونید تیزبینیتون رو تقویت کنید. مهمترین عامل تقویت تیزبینی انسان تمرکزه. تمرکز بر اون چیزی که به دنبالش میگردید. وقتی شما تمرکز کنید، بقیه چیزها رو دیگه نمیبینید. پس بنابراین حواستون پرت نمیشه و به بهترین نحو ممکن میتونید تمام جزئیات اون چیزی که به دنبالش هستید رو پیدا کنید. تمرکز رمز موفقیت در هر چیزیه. یعنی شما چیزی رو بدون تمرکز نمیتونید به دست بیارید. دانشجوهای قدیم هایی که فارغ التحصیل شدن سوالی هم بدن؟ خب
خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که جلسات بعدی که حالا دوستان می‌ذارن همراه با اتفاقات خیلی بهتری باشه، همراه با تحقیق، تفحص و یک سری اتفاقاتی باشه که شما رو کمک کنه به سمت پیش. این نباشه که از اینجا میریم بیرون دیگه فراموش کنیم. فراموش کنید که اینجا چی گذشته. یه جور باشه که بریم مطالعه کنیم. دوستان، یک فاجعه انسانی که در کشور ما هست سرانه مطالعه است. من اینو توی کلاس درس هم میگم. سرانه مطالعه در کشور ما سالانه 15 ثانیه است. میدونید یعنی چی؟ به حساب دانش آموزان فکر کنم آمار تلگرام هم حساب کردن. تو تلگرام با صحب اینا شده 15 ثانیه. غیر از اون حساب درستان اینکه در کشور ژاپن روزانه 90 دقیقه، در کشور امریکا روزانه 70 دقیقه و در کشور آلمان روزانه 60 دقیقه است. سعی کنیم مطالعه‌مون رو ببرید بالا. وقتی شما مطالعه‌تون رو ببرید بالا، سوالات زیادی براتون پیش میاد. وقتی من اینجا اومدم راجع به سلیبریتی که حرف بزنم، اگر ما دایره مطالعه‌مون زیاد باشه، مطمئن باشید اینقدر عبارت میتونیم اینجا با هم تبادل گفتگو کنیم. بنا اینکه جلسات اینجوری باشه، من یه بار بگم، شما یه بار بدن، حتی خیلی جزئی بخواید، این به هیچ جایی نمیرسه. این فقط حالت فانش میتونه ما کمک کنه. ولی وقتی ما کتاب بخونیم، میگه جامعه‌ای که کتاب نمیخواند محکوم به تکرار تاریخه. ما نمیخوایم تاریخ زمانی که ما کشورمون در اوج بدبختی بوده رو تکرار کنیم. به سمت کتابخونه‌ها بریم، به سمت کتاب‌های خوب بریم، کتاب‌های خوب رو پیدا کنیم و با دونستن بیشتر کمک کنیم به هم دیگه، در بردن سطح دانش هم دیگه، دست بردن سطح اطلاعات هم دیگه، که در نهایت بدونیم در آینده به جای اینکه 15 سال دیگه خوشحالی داشته باشیم، 15 سال دیگه یکی از بهترین کشورهای دنیا باشیم که منابع آب بسیار گسترده‌ای داره و در نهایت کشور خیلی پیشرفته‌ای هم میتونه باشه. من عرض دیگه‌ای ندارم. اگه دوستان عواملی امری باشه من در خدمتتون هستم. اگه نه که مرخص بشید. موفق باشید. برای همه تعالی